در وله اول مردمدار باشه نخب پرور باشه نخب مدار باشه دروغگو نباشه باشه. نه فقط حرفشو زده باشه فقرش چشیده باشه بین مردم یعنی از دل مردم اومده بیرون به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشن کشور ما به عدالت احتیاج داره بشریت احتیاج دارد به عدالت دادستان صدای عدالت و پیشرفت بسم الله الرحمن الرحیم خانم ها آقایان سلام خوش آمدید به استودیوی دادستان ویژه برنامه گفتگو با کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تهران با یک مشخصه خاص فعالیت پررنگ در دوران دانشجویی و عضویت در تشکل‌های مختلف یکی از فعالان دولتخواه امشب مهمان ما است امشب راجع به مبانی دولتخواهی دعواهای دولتخواه ها با جناهای مختلف و برخی اتهاماتی که به مجلس پویش مجلس دولت دولتخواه مطرح شده صحبت خواهیم کرد امشب با ما همراه باشید دادستان صدای عدالت و پیشرفت خب محمد صادق شهبازی امشب مهمان دادستان هستش صادق اگر سلام علیکی با بینندگان داری من خدمت هست بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه ملت شریف ایران زنده باش. جز اون دسته سالان دانشجویی هستی که همه تو رو یادشونه یعنی از همه یادشونه که تو در جنبش دانشجویی بودی چه سالی وارد جنبش دانشجویی شدی من راستش از قبل از دانشجویی با دانشگاه با وارد یعنی بین دانشگاه تهران رفت و آمد داشتم و خب 83 وارد دانشگاه شدم رسما و از همون میانه های سال 83 و, و مشخصا از اول سال 84 دیگه توی جنبش دانشجویی وارد شدم چون من رویات خودت رو میدونم نمیخوام خیلی مقدمه با هم صحبت بکنیم یکی از انتقاداتی که همیشه به شما امثال شما هست و من حالا سریع از خودت سوال میکنم اینکه که صادق شهربازی چیه؟ یعنی مثلا متخصص امور بانکی است، متخصص لایه های شفافیت مثلا این دایره که یک فعال دانشجویی توش کار میکنه که عموم فعال های دانشجویی اینجوریه در همه مسائل نظر میدن اقتضای کار دانشجوییشون هم هست اساسا صادق شهربازی چه هویتی خارج از این هویت رسانه ایش که حالا مقابل این سفارت خونه و این اداره و اون تجمع وای میسه و داد میزنه برای خودش چه هویتی تعریف کرده حالا این فضای خب فعالیت که خب مال خدمت شما کنم دهه 80 بود دیگه من از فضای دهه 80 به بعد خب هم لایه وارد کارهای نظری تری شدم و هم خب یه دروس نیمه کاره دینی رو شروع کردم بیشترین هویتی که برای خودم قائل هستم پژوهشگر و نویسنده است یعنی بیشترین حوزه‌ای که برای خودم مطرح کردم همون موقع هم که دانشگاه تهران بودیم به شوخی بعضی از رفقا میگفتن فلانی دانشجوی کتابخونه مرکزیه بیشتر از اینکه دانشگاه باشم و یعنی وسط کلاس‌ها باشم و اینها وقتم به کتابخونه مرکزی میگذشت هویت اصلی خودم این میبینم شما وقتی میخواید اصلاح اجتماعی ایجاد کنید یه وقتی که یک کاتگوری مشخص برای خودش تعریف کرده میگه من اینم من مثلا چه میدونم صرفا یه آدم فکری هم. صرفا مثلا یه آدم اجرایی هم. صرفا یه آدم مدیریتی اینجوری هستم صرفا یه آدمی هم که میخوام تولید علم کنم ولی وقتی شما میرسی به اصلاح اجتماعی میخوای مصلح اجتماعی باشی اصلاح اجتماعی ایجاد کنی مجبوری هم فضای علمی رو حفظ هم توی فضای به خدمت شما عرض کنم که بعضی از فضای اجتماعی باشی هم به خدمت شما عرض کنم که توی موضوعات مختلف ورود کنی اون فضایی که توی دوره دانشجویی ما بود و ما احساس میکردیم که انقلاب توی یه فضایی که ما باید دوباره یه موج جدید توی بازگشت به انقلاب ایجاد کنیم بعد این بازگشت به انقلاب اگه در سطح گفتمان و فضای عمومی میموند این چیزی ما رو جلو نمیبرد ما موقع مجبور بودیم این آرمان های انقلاب رو تبدیل کنیم به یه چراغ قوه بندازیم جاهای مختلف کشور و واسه این هم میبینید که ما جلسه فکری برگزار میکردیم هم جواب شبهای فکری میدادیم هم وای میستدیم مثلا از حوزه حالا سیاسی تا حوزه های فرهنگی تا حوزه اجتماعی اقتصادی هر چی بیشتر گذشت ولی خب ماجراهایی که تو کشور داشت ایجاد میشد هم از نظر تبعیض ها هم از نظر جنگ اقتصادی خب یه خورده ناخواسته ما رو کشید به سمت اینکه توی فضای اقتصادی و اینها جدیتر وارد بشیم یعنی هر چی رفت گذشت یه لایه لایه فکری بود که من برای خودم ادامه پیدا کرد چه تو اون فضای اجتماعی چه تو اون فضای علوم دینیش یه لایه برای من این بحث‌های مربوط به آنچه که جنگ اقتصادی بود این مم. اتفاق اتفاقی که بر کشور هست و از این طرف اون بازخوردهای داخلیش اینو برای من چون از چه جهت می‌پرسم یه اتهامی که مطرحه و بحث الان در فضای مجازی نسبت به کاندیداهای جوان انتخابات حالا نه فقط شماها در لیست اطلاف در لیست پایداری هر کاندیدای جوانی که الان شده تکه بر یک شهرت فضای مجازی گونه است که مثلا توی سالهای اخیر در فضای مجازی حضور پیدا کرده حالا مثلا چهار تا توییت زده چهار تا یادداشت نمیشه چهار تا داد سر این اون زده حالا تصمیم گرفته که مثلا وارد نمایندگی مجلس بشه میخوام بگم که عرصه به همین سادگیه یعنی ما دوچاره مثلا یه سلبریتی زدگی در ورود به انتخابات شدیم که طرف مثلا یه احساس شهرتی در فضای مجازی کرده یا یه رانتی داره در فضای مجازی یه جای سخنرانی کردی مثلا مثلا راجع به خودت چهار تا برنامه سریا رفته چهار تا برنامه تلویزیونی رفته حالا بر تکیه بر اون وارد فضای انتخابات شده یا نه یه عرصه مثلا متعالی تری از این فضاهای رسانه‌ای برای خودت متصوری یعنی حالا من از قضا به نسبت خیلی رسانه‌ای نیستم مثلا 5 6 سالی که خونه نشین بودم و گرفتاری های شخصی داشتم خب خیلی دور بودم از این فضاها و انگیزه هم اصلا حالا همه میگن انگیزه ای نداشتم برای من دوچندان بود برای اینکه این کاری که دارم بیرون انجام میدم و خیلی موثرتر میدونم اینکه وقت بذاریم مبانی فکری یک سری جوان رو نوجوان و دانشجو و طلبه رو شکل بدیم که اینها جهتگیری های درست انقلاب رو فهم کنن پیدا بکنن اینا بیان تو موضوعات مختلفی که کشور دچار مسئله است مردم دچار مسئله است وارد بشن من اینو از مجلس و از هزار تا چیز دیگه مهمتر میدونم اگه اون روز آخرم اون بچه بسیج دانشجوی چند تا دانشگاه بودن به زور نیومده بودن اسنپ نگرفته بودن وزارت کشور ما رو تحویل نداده بودن واقعا انگیزه نداشتم به همم هم گفته بودم نه یه هفته مثلا گوشیمو جواب نمیدادم که کسی نیاد ماجرا چی بود که ما احساس کنی اومدیم جلو که گفتیم تو انتخابات یک کاری انجام بشه و این اصرار این بچه ها حالا همه میگن بزرگان ما اصرار کردن ولی برای ما همین بچه ها بود من یه فضایی رو احساس کردم با بقیه دوستانمون که هم آماتورم بودیم همون حالا حرفه روز آخر میان ما از شدت آماتور بودن روز آخر رفتیم ده ساعت هم تو صف وایسادی ما رو بقیه این چهره ها که همشون میگن یه کسی رو فرستاده بودیم اینا اومدن زودتر ثبت نام کردن بدون نوبت پاشودن رفتن تو ما از شدت آماتوری و خنگی روز آخر رفتیم ده ساعت خلاص ببینید ماجرا رو ما, ما نگاهمون این بود کشور توی شرایط خاصیه که هیچ کدوم از این گفتمان های سیاسی موجود کشور برای مردم جذاب نیست مردم حاضر نیستند با هیچ کدوم از اینا همراهی بکنند و هم نگاه مردم به فعالان سیاسی سرد شده هم مشخصا اون جایی که بدنه اصلی انقلابه یعنی جنوب شهر مردم مستضعف اینها سرد شدن احساس میکنن آقا هر جناهی میاد میره نمیدونم آقای حداد عادل بیاد بشه رئیس مجلس آقای نمیدونم خاتمی بیاد رای بیاره از این طرف نمیدونم آقای عارف رای بیاره نمیدونم محمود احمدی نژاد رئیس بشه. هر کی میاد میره مردم میگن زندگی ما تغییر نمیکنه یعنی میگن که یه استعاره رو قبلا این پیرمردهای ضد انقلاب میگفتن دست همه همشون با هم توی کاسه است خیلی از مردم الان یه همچین ذهنیتی دارن نگاه این بود که شاید واقعا میش بشود فارغ از این فضاها یه فضای جدیدی مطرح کرد که برای مردم جذابیت داشته باشه مردم ببینن که صدایی در حاکمیت دارن یک این دو اینکه خب ما این سالها همش که در حال سخنرانی و تلویزیون و اینجور چیزا نبودیم حالا تلویزیون که ما ممنوع منبریم سالی یه بار اینجوریه اونم برنامه‌ای که غالبا رفقای ما زنگ میزنن میگن نیم ساعت قبل برنامه میگن مهمان برنامه کنسل شد شما مثلا مدیر شبکه قبول کرده شما بیایید که ما اینجوری هم سالی یه بار میریم بعدش هم ممنوع المنبر میشیم تا سال بعد ما تو این سالا از وقتی که این پیام جنگ فقر و غنای امام صادر شد از 29 تیر 67 یه نسلی نسل دوم انقلاب یه چهرهایی اومدن حرکت عدالتخواهی رو در مقابل این فضای سیاسی کشور شروع کردن امثال حسن و این پورا امثال وحید جلیلیا امثال هم دهنمکی ها مهدی نسیری ها دیگران و این حرکت بعدا اومد تو ما نسل سومیا حالا یه دوره دانشجویی تبدیل به این بود که صرفا یه جای اعتراض کنیم مطالبه کنیم جلسه بذاریم بحث فکری بکنیم بعدن که ما اومدیم بیرون اهلای نسل چهارمیایی شدن بدنه ماجرا این بچه هایی که این حرکت رو آغاز کرده بودند که از تیفای مختلف بودن حالا فقط مجموعه جمعه شدالت خام نبود بچه بودن تو بسیج بودن تو بقیه تشکل ها بودن ولی این گفتمان ای خ... یه تو رسانه بودن یه دستا طلبه بودن ما اصلا با هم میگه محور تشکیلاتی نداشتیم ولی چی ما رو به هم نزدیک کرد و پیدا کردیم اه تو مدرسه معصومی هم آجاقای فلانی هست داره با این موضوع کار میکنه اه توی رسانه فلانی هم فلان آدم مثلا رفته توی سیرجان مثلا پیگیری کرده ماجره فلان خانومی که مثلا خودکشی کرده به خاطر اینکه پول نداشته یا چی یا چی اینجوری آدم ها رو تونستیم پیدا بکنیم و این حلقه الان من این تهدید رو میکنم بچه های امروز حرف دارترین بچه های برای اداره کشور شما باید نگاه بکنید از مرکز پژوهش‌های های مجلس از ایتان که حالا متلاشی شم هم کردن از به خدمت شما به خاطر اینکه حرف های انقلابی زد توی اف ای تی اف و توافق پاریس و چیزایی دیگه از به خدمت شما ارز کنم که فضاهای فرهنگی جشماره امار از مؤسسه های مختلف فرهنگی که شک گرفت از فضای رسانه از فضای خدمت شما عرض کنم که بین الملل و جهان اسلام از فضاهای یعنی بچه های ادالت خواه از غذا تو این سال ها شدن رفتن که اون ادالت و اون دردای آرمان ها تو حوزه های مختلف پیوستار فکری، فرهنگی، اجتماعیش تا یه حدی ایجاد شده در نظام مسئلی الان طراحی کنید که عقب توریکش موجوده بله عقبه توی توریک... همین برنامه هایی که منتشر کردیم یه بحثی هست خیلی میگن آ تعریف شما از عدالت ما الان مشکل نظری در ماجرای عدالت مثل همه مسائل دیگه علوم انسانی علوم اجتماعی مون داریم کما که راجع همین میخوام حرف بزنم با هم تعریفتون از و ما, ما یه ذهنیت هایی داریم اما یه یه برداشت داریم یه چارچوبی رو بر اساس از غذا عدالت های شیعی توی مقابله با نگاه چپ ها توی مقابله با نگاه های لیبرالی که اصلا این حرفا رو قبول نداره داریم ولی یه بخشیش هست که احتیاج به تدقیق داره همین الان یکی از کارهایی که بچه های قدیمی ما دارن انجام میدن همین کاره مثلا طرف نشسته کتاب نوشته شاخصی برای عدالت اصلا رفته دنبال شاخص سزی. ولی اینجا همینجا بس همینجا قبلش بگم این مهمه ولی یه قدر متيقنی هست به قول این معلمای ریاضی بمیمی می هست اه. یه بزرگترین مخرج مشترکی هست که می شود به خدمت شما عرض کنم که توی ماجرای عدالت اجتماعی گرفت بالاخره شما هر تئوری داشته باشی تعارض منافع غلط است هر تئوری داشته باشی شفافیت درست است خیلی از مسائل که ما در حوزه عدالت داریم خلع تئوریک نداره خیلیش دقیقا از جنس همین مسائل اینطوریه که ول شده کسی بهش نمیپردازه من که سوال محوریم از شما همینه من یه نقدی رو مطرح میکنم که امثال شما به اصولگرایی دارین که حالا بعد از این وارد بحثمون با اصولگراها میشین ولی میخوام اینو خودت به من جواب بدی مثلا این نقدی که شما به اصولگرا دارید اینه که اصولگراها خلای هویتی دارن یعنی معلوم نیست مسائل مختلف موضعشون چیه مثلا یه طیفشون در برجام موافقن یک طیفشون مخالفن یک طیفشون طرفدار شفافیتن یک طیفشون نیستن در عملگرایی هم یه دی مثلا فقط فرقشون تو ریش و تسبیح اونا هم حاکم بشن همون فسادی رو میکنن که مثلا حالا اصلاح طلب بود و هر کی هر کسی که بود حالا نفر همین نقد رو به شما بکنه که دایره عدالت خواهی شما در بعضی موارد دچار همین خلل به لحاظ نظریه یعنی مثلا شما یه یهو جمعی میشید یه ورتون مثلا ممکنه عقاید سوسیالیستی داشته باشه یکیشون مارکسیست مثلا من اسم میبرم مثلا یه ورش آیه زائریه یه ورش مجید حسینیه یه ورش یاشار سلطانیه یه ورش تویی ورش مثلا وحید اشتری ورش مهدی سرسراتیه بعد مثلا بعضی اینا جمع میشن با هم نامه میدن زیرش چیزی رو امضا میکنن میخوام بگم که این خلای هویتی مثلا به شما هم بر میگرد این عدالت خواهی مرزش هم در کنش یه وقتی شما میگم من در کنش اصلا برام مهم نیست با هر کسی بیاد میرم میرم اون کارش انجام میدم مثلا تو محل سیاست گذاری ولی خودم مثلا وای میسم مرز شما توی تعریف ادالت و کنشتون توی این مکاتب فکری و توی این عملگرایی چه رو اشخاص چه رو افراد ناظر به همین نقدی که به اصولگره ها میکنید که شما معلوم نیست مبنای هویتیتون کجاست خود شما تو ادالت مبنای هویتیتون چیه؟ ببینید اولا ادالت یه چیزی نیست که پدر داشته باشه ادالت یه آرمان فطریه و از غذا مخصوصا با این شرایطی که تو کشور ما ایجاد شده الان نگاه میکنید از سید محمد خاتمی میگه عدالت امروز من دیروز بود دیدم کارگزاران تیتر زده مطلب گذاشته که آقا ما میخواهیم با فساد و تعارض منافع مقابله کنیم یه چیزی نوشتم تو اینترنت اگر کارگزاران به میدان مقابله با تعارض منافع و فساد بیاید میدان کجا برود اونا میگن ادالت مثل آزادی مثل, مثل, آزادی, آزادی آره. دیگران و شما هر کسی که داره مثلا یک دادی میزنه یه گوشه رو نمی توانی بگی که این جزء این هویت مشترک الان عدالت مثل آزادی یه آرمانیه که از طیفای مختلف اینو تکرار میکنه یه راهش اینه که شما بگی که وحدت همه با هم اصلا کار نداریم هر کی هر انحرافی داره هر کی هر روشی داره یه راه اینه بگی خلوص یعنی خلوص اگه باشه تقریبا هر ک... علی میمونه و حوزش حالا به قول نسل چهارمیا برو هر کی میمونه و برو بشتش. ما بچه بودیم یه کارتون میداد نسل ما معروف بود میگفتن یوگی میمونه و دوستان دوست داشت همین فضا میمونه ولی یه وقتی از شما میگی که آقا خیلی خوب من به جای اینکه قلک دستم الک دستم بگیرم هی در بندازم بیرون یا بیخیال بشم بگم همه با هم میگه یه آهن رو با میگذاری وسط میای میگی که آقا من یه چارچوبی یه مرامی منطقی رو قبول دارم و بر اساس اون عمل میکنم حالا هر کی حاضر است به این, به این منطقه میخوره بیاد به این آهن رو اگر که با این سازگار بود ممکنه آدم ها بک های متفاوتی داشته باشن کما که ما تو مواردی وارد شدیم مثلا بچه های اصلاح طلب اومدن همراهی کردن تو مواردی وارد شدیم بچه های حزب اومدن تو مواردی وارد شدیم بچه های دیگه اومدن اگر کسی حاضر بشه از اون هویت هویت سیاسی که داره کنده بشه کما که ما مثلا توی ماجرای فیش نجومی وارد شدیم غالبا بچه های اصولگرا پیگیر ماجرا بودن با اینا توی یه جبهه قرار گرفتیم تو ماجرا املاک نجومی وارد شدیم که بچه های اصلاح طلب فقط پایش بودن اصولگرا گفتن نه نباید بگید این آقا سرمایه انقلابه که مثلا تو شهرداری تهران هست و یه سری بچه های اصلاح طلب بودن. ما سر جای خودمون بودیم آهن رو ثابت هست این شما رو وامدار جریانات نمیکنه تو موارد مختلف نه. مگر ما رفتیم بگیم که آقا شما چی میگی تو پرونده ای که تو میگی بیا امرای کن ما یه خط اصولی داریم میای میگیم آقا فساد غلطه تبعیض غلطه ما میخوایم این موتور ترمز بکشیم روی چیزایی که تو کشور تو این چارچوب هست و برعکسش بیایم سیاست سیاست گذاری از اینجا آغاز کنیم ببینیم مثلا همین مشکل تشتتی که فرضاً اصولگراها دارن چیه اصولگراها صرفا چون هویتشون مقابله با اصلاح طلباس جمع میشن دوره هم دیگه بعد میخوان سیاست گذاری رو شروع کنن میخواد در مورد مسکن مالیات فلان بعد می نگاه انبوی حرف خوب بزن با مبانی متعارض کنار هم دیگه هست ولی وقتی شما میگه مبنا رو میذاری میگه آقا من یه هدف اصلی و اساسی دارم مثلا الان توی این انتخابات ما توی همه مسائل عدالت الان ماجرای اصلیمون حول تبعیض مطرح شده نگاه میکنی میبینی با ماجرای تبعیض نگاه میکنم به مسائلش میرسم به این که کاندیدا باید یه زندگی مشخص و جدایی داشته باشن میرسم به این که 10 تا مسئله اصلی و فوری که تو کشور باید حل بشه رفع و رجوع با نگاه تبعیض میرسم به این که تو مسکن حرف میزنم مسئله تبعیض توی مالیات حرف میزنم مثلا تبعیض میگم که آقا چرا سیستم مالیاتی ما دزدیه اغنیا از جیب فقر است میرسم به حوزه سلامت میگم چرا باید چند هزار تا پزشک متخصص سود کنن 83 میلیون نفر آدم ذلیل بشن بیچاره بشن بمیرن جنا... جیباشون هم تکونده بشه با منطق تبعیض میرسم اون وقت سیاست گذاری بگه اون ولی خب ممکن است به عنصر مش به یه چارچوب اصولی مشخص میرسم ممکن است کسانی مدعی عدالت باشند حالا یا با نیت درست یا نه اصلا نیت از حب نباشه از بغض معاویه باشه دنبال قدرت هستن هر چی هستن اونا ممکنه بیان بگن عدالت من اینجا کاری که انجام میدم اون خط اصولی رو مطرح میکنم با چارچوبای غلط مرزبندی میکنم اگر این آدم ها توانستن از اون فضایی که دارن از اون حاشیه‌ای که دارن بیان به این حرکت بپیوندن خب با هم هستیم ولی اگر که من مرزبندی چطور اتفاق میفته مرزبندی چطور اتفاق میفته من میام میگم فلان کارها یه مثال رو زمینش بزنم شما مثلا کاری که مجید حسینی در ادارات آموزش می‌کنه قبول دارین ببینید ماجرا چیه نه مثلا می‌خوام بگم اگه هده. مثلا اینو قبول ندونی الان مثلا خودت رو چه جوری یه با راه هل اینه که من بشینم بگم که مثلا آقای فلانی حالا که توی یه ای داره کار می‌کنه اینجاش غلطه از صبح تا شب علیش بیانیه صادر کنم یه راهش اینه که من مسیر درست رو بیارم وسط بگذارم اگرم جای دیدم که واقعا یه انحراف اصولی داره ایجاد میشه حالا بگم من این مدل رو قبول ندارم ولی ام. الان مشکل ما چیه با آدما میریم هر جا میگن که آقا مثلا در عدالت ها یک کسایی هستن که مثلا آقای فلانی رفته خود اختفایی کرده آقای فلانی اولا که کسی به خدمت شما عرض کنم که عدالت یه چیز اینجوری نیست که مثلا مشخص باشه توی یه حزب توی شورا نشستن گفته باشن فلانی اینطوری عمل بکنه اون داره از زن خودش یه کاری میکنه من به این بچه‌ها که میگن مثلا این آدم اشکال داره اون آدم مشکل مشکل داره غلطی دامن این نهاد رهبری دانشگاه جلسه ای ما رو دعوت کرده بودن گفتن آقا مثلا این جریانای چپ و اینا توی دانشگاه مطرح شدن چیکار کنیم یه یکی از این بچه‌های همسنای ما یکی برگشت گفتم مشکل امنیتیه مشکل چیه من آخر جلسه دستم بلند کردم برگشتم گفتم هیچی راه حلش بچه‌های حزب الله و بسیجی دانشگاه خودشون عدالت خواهی بکنن اون وقت لازم نیست اینا با چپ ها مرز بندی کنن راحت خودشون باید بگن قلب من نگاه همینه میگم آقا کار خودمون رو انجام بدیم بله اگه یه جایی دیدم واقعا هیچ انحرافیه یه چیزی واقعا داره کل مسیر رو منحرف میکنه اینجا باید بیستم اینجا موزه میگیرم ولی الان یکی اومده از زن خودش داره عدالت خواهی میکنه تو حوزه آموزش بنده هم نقدایی دارم هم به روشش هم به مبانیش اما بالاخره داره یه کاری انجام میده بنده به جای اینکه بشینم هی بگم که آقای فلانی کارش اشتباهه تلاش میکنم تو آموزش حرفای اصولی خودم بر اساس مبانی درست خودم بزنم یعنی شیوه مرسوم شیوه سلبیه که مردام نفی این درست نیست این درست نیست این درست نیست به سمت ایجاب مسئله میشه مثلا, مثلا من ب... سر ماجره مثلا انتخابات بارد. ما تو انتخابات ثبت نام کردیم یکی از بچه ها که مثلا قدیم توی حرکت های خواهی بود این بنده خدا برداشته بود یه توییت زده بود که آقا من رای در انتخابات رنگ نمیدم هی hey, ملت برا من خدمت شما عرض کنم که کن. توی اینستاگرام و تلگرام نیستم مرزبندی کنم من به اونا میگم با ما ما این توی انتخابات ثبت نام کردیم من حرکت ایجابی انجام دادم چرا من باید مرز بندی کنم با بگم ام. که مثلا فلانی که این کارو انجام داده است ما حرکت فعال انجام دادم ما مشکلمون توی کل انقلابیامون هم اینه همیشه منفعلن نه فقط عدالت تو آزادی هم همینه هم الان چرا آرمان استقلال ملک تلق انقلابیای های ماست؟ شما یه جوری استقلال خواهی کردیم که بقیه جبهه ملی هنوز هست جپه ملی به شعار استقلالش ام. باید با ما, ما مشخص کنه چون ما استقلال خواهی جدی داره. میکنیم در مورد آزادی در مورد ادالت ما این مشکل تو انقلابی داریم و بخش عمده این مرزمندی ها حاصل عمل نکردن است طرف عمل نمیکنه بعد میگه آقای فلانی مشکل داره آقای فلانی این توریست آقای فلانی این خب بیا تو عمل کن به همین رو عمل شو. کن یه جوری که اون مجروع شد همین رو فتح باب کنیم ادعای الان شما اینه که اگر دو تا فضای سیاسی کشور رو همین اعتبارا دو تا در نظر بگیریم یعنی اصولگرایی و اصلاح طلبی شما خودتون دسته سوم دارید تعریف میکنید که نه خیلی نه ربطی به اونها دارید نه ربطی به اینها دارید ببینید میگن فراجناهی هن. آره. این میشه که هم این جناهن هم هم آره. شما نه این نه اون می‌خواید؟ ما اصلا نه این نیست. نه اون هم نیست ما داریم نار... یه سطح بالاتری میگذاریم میگیم آقا مسئله کشور تبعیضه مسئله کشور جنگ فقر و غناست. خب نه نه همین رو نگاهی بگم این اصلا بالاتر از این ماجرا است باشه نه یه ترسیم سنتی وجود داره حالا اینو قبول نداری الان بحث م. کنیم دیگه یه جبهه هست به نام جبهه انقلاب من دارم خیلی ساده میگم جبهه انقلاب تفاوتش با جبهه مقابلش چیه یعنی من خودم نگاه میکنم فرق اصلاح طلب و اصولگرا چیه اصولگرا حداقل در... حد در زبان آقا رو قبول دارن فرق نهایی همینه خیلی فرق که عام باشه رو من نمیفهمم یعنی اونا با خاتمیان اینا با آقان من چیز دی بیشتری نمیبینم حالا انقلابی وجود داره این مثلا این, این نیست واقعا خب ظاهر قضیه اینه دیگه یعنی مثلا طرف میگن که ما ببریم منظور اصلاح طلبا نبرن تاش چیه تاش نکنا با انقلاب مشکل دارن ما نداریم دیگه یعنی طرف بحث دعوا از اینجا شروع میشه انقلابی چیه آفرین انقلابی یه خوابی کسیه که ریش میذاره چادر میذاره انقلابی کسیه که مدام آقا آقا میکنه من چند وقت پیش بود تو اینترنت دیدم شب نوه ربی یکی از این چهره های معروف رسانه‌ای حزب الله ورداشته مثلا مطلب خلاف وحدت نوشته بعد مطلب زدم گفتم آقا این یعنی چی چون یه نهادی هم مسئولیت داشت اون تگم کردم مسئول اون نهاد رو گفتم که آقای مسئول چه جوری توی سیستم دینی توی همچی آدمی هست همه کامنت گذاشتن تو یک نیروی حزب الله میگم نیرویی که آرمان انقلاب و متوجه نیست یکی از آرمانهای انقلاب وحدت اسلامیه مقدسات اهل اون توهین میکنه حق نداره مسئول جمهوری اسلامی باشه آفه. ما مسئله اون سر انقلابی بودن اینه کسی که اصلا تو آرمانش استقلال ممکنه هی از صبح تا شب بگه استقلال مرگ بر ولی میرسه به برجام رای میده مگه مجلس نهم که برجام رای داد چیا توش بودن سران و اصولگرایان توش بودن و اینها میگشتن تو مجلس میگفتن نظر رهبر انقلاب اینه که سه بار بعدن رهبری علنی گفتش که من نظر شخصی مخالف نظر علنیم نمیگم ما مشکلمون اینه آقایون میگن آقا ما انقلابی هستیم سر استقلال تشریف ندارن سر عدالت اصلا عدالت که جز آرماناشون نیست شب انتخابات یاد عدالت میفتن در حد شکم ما مشکل اینه اصلا... هر وقت اصولگرا یاد مردم میفتن از شکم حرف میزنن اصلاح طلبا یاد مردم میفتن از زیر شکم حرف میزنن و اوضاع این میشه که مرد اصلا مسائل اصلی تبعیض توی ماجراش نیست آزادی که اصلا تو گفتمان اصولگراها نیست اصلاح طلبا آزادی آزادی میکنن ولی آزادی ترش اینه که فلان عنصر ما رو بگذارید بیشتر حرف بزنن این که اون کارگرای بیچاره آغدره که شلاق خوردن و میخواستن اونجا آزادی نیست اینجا این که آقا تهرانو کردید با حماقت اصولگرایان تهران حوزه انتخابیه شده سی تا اسلام شهر و شهرداری هم نذشتی جدا بشه و ملت همین الان شما برید تو انتخابات چه دوره که اصولگرا رای آوردن چه دوره که اصلاح طلبا رای آوردن از هر کوم طرفدارشون طرفداراشون هستن بپرسید 5 نفر از کاندیداهای همین الان 5 نفر نامزده تهران میتونن اس... نامزد نه منتخب, نماینده ده. تهران میتونن اسم ببرن اصلاح طلبا نمیتونستان مجلس هفتم هم میرفتن اصولگرا نمیتونستان ما میگیم انقلابی کسی است که این آرمان رو میگیره وسط به همه آرمان ها ملتزمه اولویتش هم میفهمه من سوال بکنم الان شورای اطلاف اصولگرایان رو خارج از دایر انقلاب میدونید. به این معنا که بیایم بگیم فلانی ان... درون انقلاب نیست فلانی ضد انقلاب ما این وقتی میگم سیستم الکو قبول ندارم نه یعنی شاخصه های انقلابی گری بنده رو... انقلابی نمیدونم اینا رو اینا ممکن است شهروند جمهوری اسلامی اصلا ریش دارن ولایت ولایت میکنن ولی خب من میرم نگاه میکنم میبینم از دهه 60 تا امروز هیچ جای زندگی اینها طرفدار عدالت نبودن آزادی رو که مخالفش بودن دو هستن همین امروز همشون میگن تو خیلی هاشون میگن انتخابات اگه مثلا مشارکت کم باشه نماز جمعه یا رای بدن ما پیروزیم رهبری رو ببینید رهبری مقابل این میگه باید مشارکت داره بالا مشارکت بره مردم بیان پای ماجرا من کسی که به استقلال به همون جوری که یک ولایت ولایت میکنه چه جوری ولایت ولایت میکنند رهبری پیام مفاسد اقتصادی میده پیام اقتصاد مقاومتی میده سلامت نظام اداری میده به شورای نگهبان میگه اصلاح میگه که این سیستم رجل سیاسی و شفاف کن ولایت اینجا کار نمیکنه ولایت برای اینا کجا کار میکنه ولایت فقط جایی کار میکنه که میخوان برخلاف اصول انقلاب برخلاف گفته رهبری برجام تصفیه کنن اینجا یاد ولایت میافتن میخوایم به خصوصی سازی ها گیر بدیم بگیم که آقا چرا دوستان شما دارن لفت و میکنن اینجا یاد ولایت میفتن کمان که نه فقط اصولگرا جالب اصلاح طلب ها یاد ولایت افتادن به برجام میخواستی اعتراض کنی برجام که زندگی مردم ما رو نابود کرد اصلاح طلب ها میگفتن که در الان نشانه حرکت خلاف در کشور ما این است که میگن تصمیم نظام در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی اکثر کسایی که میخوان کار خلاف کنن اینطوری میگن و از غذا که اکثر کسایی که دنبال پیگیری درد مردمان ولایت ولایت نمیکنن چه کار میکنن؟ میبینن رهبری داره میگه مفاسد اقتصادی پا میشه میره سر مفاسد اقتصادی میجنگه اینجا یه سوال بکنم یه کلیپ هم از شما پخش شده یکی از برچسبای مشهوری هم که به ادالت زده میشه همین بحث هست و نحوه ولادت مداری شما و نگاه شما مقوله ولد فقیه و یکی از برچسبایی که همیشه به شما اینه که شما بعدها به آقا به مشکل میخورید یا الان با آقا به آقاب مشکل خوردید. یکم بحث راجع به نگاه خودتون هم به ولایت فقیه هم به شخص ولی فقیه که اصلا خودتون و مواضع و عملکردتون رو نسبت به ولایت فقیه اصلا تعریفی میکنید یا جا. جایگاهی نسبت به هم قائل می‌دونید این دوگانه عدالت ای ولایت یک دوگانه غیر دینیه ولایتی که توش عدالت نباشه طاغوت این رو هم خود رهبر انقلاب اصلا گفتن مشروعیت من و شما واسه اصلا و فقر و فساد و تبیز و ادالت خواهی و ادالتی که ولایت و حکومت و قدرت و اینا توش نباشه تبدیل میشه به این یه بحث روشنفکری تو کافه که بشینیم سیگار رو دود کنیم بگیم که مثلا اوضاع جامعه خراب است و این دوگانه غیر است این دوگانه دوگانه است این دوگانه دوگانه اشائر است که دقیقا شیعه و معتزله در مقابل اشائر اینجا ایستادند برگشتن گفتن که این ولایت ولایت روی پایه عدالت بنا شده اصلا اصولی ما داریم توی چارچوب مشخصی اصولی داریم مثلا ولایت باید با این شاخ حسابش این شاخص حساب بیخوده این دعوا دوگانه سرکاریه اما چیه ولا... اما... ما ولایت؟ اما ولایت مداری چیه بالاخره شما رهبری داره جهادگیریایی میگه اون جهادگیریا باید پیگیری بشه اما آیا این به این معنیه که همه باید عقلشون رو تعطیل کنن این تصویری که امروز تو ولایت از در جامعه ما ساختن همون سلطنته چه, چه تصویریه؟ تصویریه که همه یه مش آدم اقلا تعت... تعطیل یه رباتی دکمه اینا رو میزنه حرکت میکنه. در صورتی که ولایت چه ولایت فقیه چه ولایت معصومش اینطور نیست. جهتگیری رو میگه؟ و افراد اون جامعه هر کدومشون وظیفه دارن ظرفیت سنجی کنن اگه میبینن جای ظرفیت سازی کنن اگه میبینن جایی از جامعه مشکل وجود داره نهی ازمون کرد کنن اگه دارن میبینن که ظلم داره میشه فریاد دادخواهی مظلوم میگه قرآنیست فریاد دادخواهی مظلوم سر بدن و ظرفیت سازی کنن یه تصمیمی توی نظام گرفته میشه مثلا رهبری میان توی حوزه ای میان میگن آقا اقتصاد مقاومتی میان میگن تو جنگ اقتصادی ایستادگی کنیم باید یه ظرفیت سازی کنن یا راه پیدا کنن اینا ولی تبدیلش کردن به نه انگار مثلا رهبری باید در همه حوزا حرف بزنه انگار که رهبری باید مثلا اینکه ما با برجام رای بدیم یا ندیم اینکه الان ما میخوایم الان مثلا مالیات رو بالا ببریم یا پایین ببریم باید حرف بزنه و رهبری هم تو خیلی از این موضوعات رهبری خودشون گفتن گفتن تو بسیار روزا من کارشناس نیستم نظر مسئولین ماجرا بنزین ماجرا کارشناسیه ده. من به تصمیم مسئولین نظام احترام میذارم تمام که دوره امام دوره ام. امام مثلا امام توی موضوعاتی نظری داشتن مثلا تو ماجرای از آقای منتظری امام نظر شد آقا و آقای هاشمی و اینا پا شدن رفتن گریه کردن تا پیش امام که نظر امام تغییر بدن امام حکم صریح نوشته بود نظر رو تغییر بدن رفتن میگن نظر کارشناسی ما اینه به صلاح نیست یا تو ماجرای نزدن اولینا و آمریکایی تو خلیج فارس ام. نظر امام این بود که زاده بشه مسئول سیاسی کشور که آقا هم خودش امام گفت بود من بودم می‌زدم مسئول نظامی کشور اینا جمع شدن حکومت دینی دیکتاتوری نیست سلطنت نیست که بیاد از بالا به پایین اصلا حکومتی که اینطوری باشه حکومت دینی نیست همون که همون که حکومت امیرالمومنین هم اینطوری نیست ماجرا چیه شما باید بری تو موضوعات کشور بری تحقیق کنی کارشناسی کنی بی به ولایتش اضافه ای رو پیشنهاد بدی بگی آقا من رفتم تحقیق کردم کما اینکه رهبر انقلاب تو ماجرای اف از اولش که اسرار اصرار داشتن اف ای بشه تو شوراهای عالی تصمیم گیری کرده بودن بهش رهبر انقلاب گفتن بیا توی فاز عمومی بحث بشه بیا تو مجلس بحث بشه چرا این کار کردن برای اینکه دقیقاً بدنه کارشناسی بیاد بل. اگر شما نماینده مجلس بودید اون یک شنبه صبح با تیمتون تو مجلس بودید یک شنبه صبحی که آقا درس خارج داشتن تو ماجرای بنزین یه لایحه چند برده بودن و ها خیلی فعال بودن که قضیه برگردن خب به اون صحبت که آقا کردن عملا تمام شد شما مثل... نحوه نحو کنشگریتون اینجا چجوریه؟ اصلا مشکلی که دارم های مجلس خودشون این وضع درست کردن که کار به اینجا کشید بودجه سال 98 ماجرای بنزین مطرح شد ایده های جایگزین درست اومد نمایندای مجلس اصلاو که نکردن هیچی هم بود بودجه ای که دولت نمیشته کسری بودجه ایجاد میشه اونجا هم حاضر نشودن که این دخل و خرج دولت توی خورده تنگتر بکنن نکردن این کارو کشور به بحران رسید خودشون بحران رو درست کردن نمایندای مجلس بعد ماجرا رسید به سطح رهبری اونجا که رهبری ورود کردن که اگه ورود نمیکردن نظام توی شرایط آشوبی بود بعضی از شهرهای هم داشت سقوط میکرد بحران عمومی ایجاد میشد اونجا اگر که نظر بود اینی که رهبری گفتن نظر شخصی بود ایشون کما که تو دیدار دانشجوی سال 86 سال 91 که سالای مختلف به همین سوال جواب دادن برگشتن گفتن که باید هر کی نظر کارشناسی بیاره بله اگر کسی نظر کارشناسی متفاوت با رهبری داشت این زدیات با ولایت فقیه نیست شما یعنی به مولوی ارشادی بودن حکم رهبری اعتقاد دارین این تفسیر بدی رو ببینید جهتگیری که رهبری میگه باید پیگیری بشه اما مم. توی موضوع خاصی هست بنده رفتم یه نظر کارشناسی رسیدم که این درسته مم. این درسته نظر کارشناسی خلاف نظر نظر رعبری. رسیدم توی موضوعی این درسته باید وظیفه دارم شرعا توی نظام تلاش کنم که این ماجرا بره جلو اگر که رهبری اومد گفت نظر من اینه <applause> اگه نظر من اینه و من نظر رهبری هم بررسی میشه آدم نگاه میکنه میبینه که آقا اگه این نظر کارشناسی یقین دارم اون که خودم بهش رسیدم درست داره اونو پیگیریش میکنه اما اینجوری رهبری میگه حکمه اونجا که رهبری میگه حکم حتی میشود رفت تلاش کرد صحبت کرد با رهبری ارائه داد گفت دلایل من اینه این ماجرا تو غلط ولی وقتی رهبری گفت حکم این حکم سرجوش هم هست نهایی بعد اجراش کرد مشکل اینجاست که یه عده میگن ولایت ولایت این ولایت ولایت رو نمیگن برای اینکه نظراتی که رهبری میگه اجرا کنن نمونهش اینه که شما ببینید تو ماجرا استقلال تو ماجرا عدالت توی ماجرای همین سیاست های نظام توی ماجرای همین قضیه شاخص های رجل سیاسی و نمونای از این دست پیدا می کنید نکته رهبری گفته اینا قدمی بر نداشتن. بعد میرسیم اینجا, اینجا میگن ولایت به کجا به جایی که میخوای مثلا یه نهاد زیل رهبری رو نقد کنی اینجا میگن ولایت میخوای تو برجام بگی برجام غلط است اینجا میگن ولایت ولایت را نمیگویند که از رهبری دفاع کنن این ولایت رو میگن که این نظراتی که میخوان به اسم رهبری جا بندازن که تو برجام گفتن نظر رهبری دروغ بود رهبری سه بار بعدن وقتی سران اصولگران تو مجلس میگفتن نظر رهبری این است رهبری سه بار بعدن علنی گفت من نظر شخصی خلاف نظر علنی نمیگم تو ماجرای FATF یه عده تو مجمع تشخیص به اسم اینکه ما وصل به رهبری هستیم مشاوره چی چیه رهبری هستیم همین حرفا رو زدن و FATF اگر حاج قاسم شهادت نرسیده بود داشتن تو چهارشنبه اینا با اصلاح طلبان متحد میشدن که FATF تسویب بشه این فضا داشتن می‌بردن جلو ما با این منطق ما ما می‌گیم این منطق ولایت مداری علوی نیست آقای خامنه‌ای خودشون اون موقعی که در مقام رهبر انقلاب قرار نگرفته بودن و حجت الاسلام خامنه‌ای بودن رئیس جمهور بودن دوره امام رهبر معظم انقلاب اون موقع چجوری عمل می‌کردن تو هم ماجرای انتخاب نخست وزیر رهبر انقلاب نظرشون با امام متفاوت بود گفتن حکم می‌کنید ما گفتن حکم نمی‌کنم رهبر انقلاب رفتن فکر البته بعداً نظر امام پذیرفتن 99 نفر وقتی تو مجلس با. گفتن که ما صلاح نمیدونیم امام هم حکم نداده نظر کارشناسی رو باید گوش وایسیم و اون موقع اصلاح طلب ها که امروز طرفدار آزادی و دموکراسی هستن اون موقع هر کسی مخالف بود گفتن ضد ولایت و ضد امام و از این حرفا میزدن رهبری گفت من صدومی اون 99 نفر میشدم من میخوام بگم این ولایت نداری که محافظه کاران اصول اصولگرایان میگن این ولایت مداری نیست اون همون مدل بنی امیه است اون همون مدلی که همه عقل تعطیل حاکمان هر کاری میخوان بکنن این خلاف اصول اسلامی ماست امر من و از منکر که هم تو قانون اساسی ما اومده این باز چیه این فریاد دادخواهی مظلوم که در قرآن آمده است این برای چیه اینا میخوان مسئولیت خودشونو بزنن کنار همیشه در کناره ها بشینن برجام بشه بگن تصمیم نظام یه استفسار هم میگیریم مشکل حل میکنیم نمیدونم ماجرای مذاکرات میشه همینطوری عمل کنن تو اقتصاد همینطور عمل کنن موقعی که ما به سیاست های اصل 44 داشت تصویب میشد ابتدای دهه 80 ما, ما اعتراض میکردیم میگفتیم که آقا این وضعیتی که داره تو خصوص سازی انجام میشه پیوست فرنگشو ندیدی اجتماعیشو ندیدی رهبری اومده تو اون ابلاغیه گفته که شما اهلیت داشته باشن نظارت بشه اینا اون موقع میگفتن او آقا نقد این آقا خصوص سازی بشه این مخالفت با ولایت فقیه اینقدر فضا تند شد ما تو دیدار دانشوی سال 86 این آقای مرتضی فیروزآبادی اون موقع دبیر جنبش بود چون نفس رهبری پرسید آیا اعتراض کردن به این ماجرا ضدیت با ولایت فقیه اینا کاتولیک تر از پاپن دوره امیرالمومنین من میخوام بگم نه فقط دوره معصوم دوره امیرالمومنین هم اینطوری نبود م. یارای امیر اهل بیت مثلا مالک اشتر تو دوره امیرالمومنین قیس ابن سعد و حجر تو دوره امام حسن اینا چیکار میکردن اینا میشه سن یه گوشی نظر کارشناسی میدادن مالک نظر کارشناسی میداد یه جای نظر کارشناسی شام غلط حساب در می اومد غلط حساب دادن اهل بیت میگفتن رشد کنه ولی این آقایون محافظه کار مسئله شون رهبری نیست مسئله اینه اون چیزایی که به اسم رهبری میخوان اینکه بگن نمیدونم آقای ناطق نوری 76 باید رای بیاره سردار فلانی باید 84 رای بیاره 96 رای بیاره 92 رای بیاره اینجا یاد ولایت ولایت ماجرا این است که اینجا ها کار کنه. ولایت ولایت این است که بگن که آقا این لیست لیست نظام است و نظر رهبری این است بیاید به مثلا لیست شورای ائتلاف چی چی نمیدونم جمنا فلان چی چی اینجا اینا ولایتو این میگن داخل مجلس هم صرف بزنیم کدوم کمیسیون میخواهید برید اگه رای من به تبع اینکه تو این سالا دغدغه اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل بوده و این نهادهای بین المللی اقتصادی که دارن سلطه‌گری میکنن تو حوزه اقتصاد مشخصا میرم سراغ کمیسیون امنیت ملی کمیسیون امنیت ملی امنیت ملی سرفصل برنامه تو مشخصه برای خودتون سرفصل های برنامه ببینید ما یه برنامه جمعی و کلی داریم یه برنامه خدمت شما عرض کنم که فردی داریم سرفصل اصلی برنامه جمعی ما چیست ما سه تا متن منتشر کردیم یک مرامنامه شخصی اینجا برگشتیم گفتیم که ما می‌خوایم صندلی مسئولیت رو برای خودمون داغ کنیم یعنی چی یعنی اینکه آقا مسئولیت این نشید مسئولیت هیچ فرصتی برای یه مسئول نداشته باشه اه. دقیقا محدودتر بشه برگشتیم گفتیم آقا حقوقمون اون حقوق 50 60 میلیونی که آقایون نماینده میگیرن ما فقط اون پای حقوقه رو میگیریم رو توی صندوقی میذاریم خرج مناطق مرموش میکنیم خرج اتاق فکس میکنیم خرج چیزایی از این دست میکنیم و شفافش میکنیم برداشتیم گفتیم آقا نمیدونم خودروی داخلی تا وقتی این خودروی آشغال داخلی درست نشده ما مثل مردم خودروی داخلی سوار میشیم البته بنده ماشین کلا ندارم سوار بی میشم حالا موقعی که مینوشتیم به بچه‌ها میگفتم من اینو نمیتونم چون بی آر تی هنوز از خارج میاد داخل بیارتی تولید نکردن خدمت شما عرض کنم که بیمارستان خصوصی استفاده نمی کنیم بچه و مدارس غیرانتفاعی چند در میلیونی نمی زاریم عضویت مدیر شرکت ها توصیه نامه ای نمی اگر دادیم علنی شفافش می کنیم رأی شفاف می کنیم این یک واسه چی بود واسه اینه که ما وامدار کسی نشیم افسار نخوریم اه. واسه اینه که زبانمان جیبمون رو داریم میبندیم که زبانمان دراز بماند برای در دفاع از انقلاب و حقوق مردم این یک گام دوم ما یه اولویت های کاری دهگانه نوشتیم که ما توی کشور یه چیزایی رو اولویت فوری میدونیم این سیستم خصوصی سازی فعلی که اختصاصی سازی است و فقط فضای لفت و لیسه و اقتصاد کشور رو نابود کردن به خاطر اینکه بدون چارچوب این کار رو انجام دادن باید یه ترمزی کشیده بشود اصلاح بشود ما جز فوری ترین کارامون اینه که متوقف کنیم این فرایند و اصلاحش بکنیم این سیستمی که دو ما دولت را متولی طبق قانون اساسی متولی مسکن سلامت و خدمت شما عرض کنم که مسکن سلامت مدیریت قیمت ها میدونیم و میخوایم فرایند خصوصی سازی که تو مسکن شده تو آموزش شده آموزش هم تو سلامت شده و توی بانکداری شده اینا رو متوقف کنیم یعنی چی یعنی میخوای وظایف حاکمیتی دولت بهش برگرده توی سلامت توی آموزش و توی بانکداری اینکه همه چیز رو سپردید به بخش خصوصی اصلا سلامت و آموزش جز آخرین کارهای دانشجویی که کردیم یه متن نوشتیم همین مسعود براتی دبیر جنبش بود از رهبری پرسید تو اوج دعوای 88 و اینا بود که همه مسئله این بود نمیدونم ساکت فتنه چی چی از این حرفا ما اونجا سوالمون این بود که آقا سلامت و آموزش وظیفه حکومت یا میتونه خصوصی بشه رهبری گفت اینا وظیفه حاکمیتیه و نباید بره به سمت خصوصی سازی نباید بره به سمت خصوصی ما میخوایم روی اینا ترمز بکشیم ما میخوایم وظایف سیاست گذاری دولت که داده شده به بخش خصوصی و اقتصاد ما رو نابود کرده شما تو حوزه پزشکی میرید میبینید نظام پزشکی است که سندیکای سنفی پزشکانه این شده سیاست گذار نتیجش میشه که پدر و مادر بنده توی با جفتشون با اهمال پزشکی فوت شدن به جایی نمیتونم شکایت کنم و این تازه زبونم دراز یه همچین جاهایی میتونم بگم مردم عادی هر روز جیباشون تکونده میشه تو نظام سلامت ما باید حقش او اونجا گرفته بشه خروجش شده که اتاق بازرگانی شده محور اصلی اقتصاد ما جالبه دولت آقای روحانی میاد رو کار رئیس اتاق بازرگانی ریش پروفسوری رو میکنه رئیس دفتر رئیس جمهور معاون اقتصادی رئیس جمهور اصولگراها ها میخوان مقابله کنن با آقای روحانی جمعنا شک میدن آقای آل اسحاق رئیس اسبق اتاق بازرگانی که یه ریشش تو پرتره اینو میاره با این مقابله کنه و اصولگرا و اصلاح طلب میاد میبینید که وارداتشیا و خام فروشا همه کاره هستن چون اونجا داره تصمیم ها گرفته میشه چون تو وظیفه بهش سپردی وظیفه حاکمیتی ما می‌خویم جوری اینا ترمز بگیریم چالش فعلی مجلس بخوای... هم همینه هم به نظر یه بخش عمده ماجرا هم تعارض منافع همینطوریه کمیسیون بهداشت مجلس رو نگاه کنید همین الان قرار شد تو بودجه 98 تو بودجه 99 این مرکز پژوهش ها گزارش داده بود در مورد پزشکان و در مورد مالیات پزشکان در مورد چیزای دیگه حرف زده بود کمیسیون بهداشت مطلب نوشته تو هیچ دموکراسی تو هیچ جای دیگه دنیا این چه اتفاق نمیفته مطلب نوشته که حق ندارید به رئیس کمیسیون بهداشت نوشته حق ندارید به نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس انجام توجه کنید توجه به خاطر اینکه اینها اومدن فرار مالیاتی پزشکان رو رو کردن اون رقم گسترده مثلا 7000 میلیاردیشو بیاد به نظر ما که خودمون همه پزشکی طرز منافع یعنی هر جا برید همینه آقای حدادادل معاون وزارت آموزش پرورش بودند و اونجا رفتن مدرسه غیر انتفاعی الحمدلله از آقای حدادادل تا آقای محمد خاتمی نگاه می‌کنیم همه سران نگاه میکنیم یه مدرسه غیر انتفاعی یه جوری با واسطه مثلا افراد نزدیک بهشون یا خودشون اینا دارن این حاصل چی بوده حاصل این بوده که شما صندلی مسئولیت رو داغ نکردی یعنی ما هم برای خودمون میکنیم هم جزء اولویت کاری کارمون برای بقیه هم باید بکنیم مسئولیت محدودیت هست مسئولیت هست مثلا حجاب شده ولی آبه. این الان الان شده یه فضایی که راحت بشه. ما میخوایم این فضایی که هر کی کسب و کار میخواد را بندازه انبوه مجوز باید بگیره ترمز بکشیم بگیم آقا این که از 100 جواد مجوز بگیری بره کنار آدم اصلا سامانه اعلام راه کار بشود و اینطور نباشه که برای هر مجوزم چقدر پول به کجا و کجا و کجا بدن ما میخوایم این وضعیت بی سر و سامان فضای مجازی رو درستش کنیم که شما میای همینجوری یه شبه فیلترینگ میکنی یه شب باز میکنی میری الان همین دوستان بچه هایی که داشتن ورقای ما رو توی مسلا شب میدادن تو برنامه آج قاسم دستگیر کرده رو باز کرده اون مامور امنیتی اونجا امنیتی انتظامی هر چی که بوده برداشت دونه دونه کانالاشو گشته بالا پایین کرده یا شما دادگاه میری بعضن میگیرن میبره همونجا کانال تو پاک میکنه ما این موردارو داشتیم ما میخوایم ترمز بکشیم روی اینا ما میخواهیم توی ماجرای وظایف زندان این اوضاع زندان های ما ما شب 22 بهمن به جرم فعالیت انتخاباتی دستگیر شدیم بعد رفتیم اونجا با حالا خلاف قانون ما رو گرفتن خلاف قانون نمیتونی کاندید بگیری رفتیم اونجا بعد می‌بینیم توهین فوش تحقیر تهدید اینو بعد که اصلاح کنه تازه ما آدمایی هستیم همه میشناسنمون زبونمون دراز میگیم با مردم کار ما مردم عادی چیکار میکنن ما میخوایم اینا 10 تا اولویت کاریمونه و بعدش تو 10 تا حوزه برنامه نوشتیم تو حوزه مالیات شو؟ بله تو حوزه مالیات تو حوزه مسکن تو حوزه آموزش تو حوزه تولید و اشتغال بعضیش هم منتشر نشد مثل حوزه محیط و اینا بعدا انشالله جدا اینا را منتشر میکنیم یکی از ویژگی‌های شاخص گفتمان شماها که کمتر دیده میشه یه نقش نهادهای حاکمیتی در حوزه اداره کشور که کمتر بهش پرداخته میشه و خیلی تو چش نیست مثل بنیاد مستضعفان مثل صدا اجرایی و جاهای دیگه که کمتر مطالبه میشه ازشون نسبت به دولت ها و مجلس و غیره اصل نقلتون تو اون حوزه چیه و اصلا تو مجلس میشه چنین فرایندی رو اصلاح کرد یا نه؟ از اولویت های ما این است که نهات های عمومی غیر دولتی به تعبیری نهات های زیل رهبری نهات از این دست اینا باید قوانین اداره و نظارت بهشون مشخص بشه نمی شود یک صدا و سیما رو خیلی نمیدونن صدا و سیما الان از اصلاح قانون اساسی تا امروز قانون اداره نداره تو قانون گفته که بعدا نوشته میشه داره با... و نوشته نشد چی به اینا میخواد نظارت کنه شما الان به قوه قضاییه میخوای اعتراض کنی قوه قضاییه میتونه با شما ای که میخوای مطالبه کنی از قوه قضاییه برخورد کنه خودش و خودش به خودش نظارت میکنه بنیاد مستضعفان ستاد اجرای فرمان امام بخش اقتصادی سپاه بنیاد 15 خرداد و و انبوهی از این نهادها و بنیادها چی بهشون نظارت میکنه اینا ماجرای شفافی نیست اون وقت نگاه میکنیم وظیفه بون... بنیاد 15 خرداد که امام تو پیام تشکیلش گفته که اینجا باید برای مستضعفین و برای آفرینندگان واقعی 15 خورداد که باقر آبادیا و اینا بودن ریختن بیرون یه سری دهقان پاپتی برگشتن گفتن یا مرگ یا خمینی امام گفته بود بعد به منافع اینا برسه میره مال میسازه چارسو میسازه ما یه فیلم انتخاباتی مونت کردیم فقط رفتیم جلوی مالایی که این نهادها ساختن بعد از نهادهای نظامی دیگه ساختن سازوکاری داره برای نظارت بر اینا الان هیچ سازوکاری برای اینا وجود نداره الان ما برای اداره و نظارت به اینا میگیم باید قانون مشخص بشه کما که برای صدا و سیما جزء فوری ترین چیزایی که باید سیستم ادارهش مشخص بشه رهبری به درستی میگن که رهبری مسئول این نهادها رو منصوب میکنه و قانون اساسی ما میگه ره وظیفه رهبری سیاست های کلی نظام وظیفه اجرایی فقط تو نیروهای مسلح دارن ما میگیم که باید اینها برای چارچوب نظارتی مشخص بشه ما اینا جزء چیزای جدی مونه رفتیم در اینجا عکس گرفتیم رفتیم در اون مجموعه که بازنشستگان وزارت اطلاعات ساخته رفتیم در بانکای بانک‌ها عکس گرفتیم رفتیم در برجای بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان ما وظیفه شما این بود وظیفه شما این بود ما می‌خوایم اینو اصلاحش کنیم یک هم روش های تبلیغاتیتون یک جاهایی زرد و سیاه نمایی نیست به نظر خودتون اینو به شما نمیگم خطاب پویش مجلس ببینید شما توی انتخابات یه از خوچیگری انگار یه جاهایی ما توی انتخاباتی گروهی هستیم خب اصلاح طلب ها که خب روزنامه های زنجیریشون رو دارن فضای مجازی هم بخش عمدهش دست ایناست بعضا سایت های خارجی و نمیدونم رسانه های بیگانه هم ازشون نمایت میکنن اصولگراها ها صدا و سیما دستشونه رسانه های سپاه دستشونه و عملا غیر ب... مستقیم داره از اینا حمایت میکنه همین الان شما نگاه کنید از اول انتخابات تا الان تقریبا بیانیه و مطالبی که ما زدیم تویش از این رسانه های اصلی که رسانه سپاه منتشر نشده چرا منتشر نه ولی نگاه میکنید میبینید در ایام ممنوعیت تبلیغات مدام کاندیدای اصلی اصولگرا اینجا هستن یا تو صدا و سیما نگاه میکنی اکثر این کاندیدای جوان مطرح شده و یا الان تو لیست هستن بعضیاشون بعضیاشون هم تو لیست نگذاشتن برنامه زنده داشتن توی تلویزیون در صورتی ما از روزی که ثبت نام کردیم مثلا هیچ کدوممون دیگه نتونستیم اینطوری بیایم مشکل اینجاست که یه فضای نابرابری وجود داره شما توی فضایی که کامل سانسوری ما چگونه دیده شدیم اینکه مثلا همین حرفای من در مورد ولایت فقیه منتشر شده از غذا کانال های مرتبط با نیروهای امنیتی برداشتن مطلب نوشتن علیه ما تختی کرده یه چند ثانیه از صحبت منو که بگه آقا اینا ضد ولایت فقیه ما اینطوری حرفامون شنیده شده یه بخش عمده از این ماجرا این نیست داریم ما کمان که برنامه منتشر کردیم ایش برنامه ما رو باستاب ندادن تحدیم میکنم برنامه اصولگراها، برنامه همه گروه های دیگه تو انتخابات اصلاح دیگران بیاد با برنامه ما مقایسه بشه کدوم برنامه قوی ولی میخواد تصویری بسازه که از شما اعتراضات رو نشون میده ما, ما چیزی که فقط پخش شده ازمون شاید تو انتخابات خیلی الان تو رسانه تونسته بیاد و چی بیاد دستگیری بنده آقای اشتری بوده دستگیری غیر قانونی بنده آقای اشتری بوده دو همین مثلا خدمت شما عرض کنم که اونور شروع کرده به تخریب ما مشکلمون اینه چون شما اصلا فضای بررسانه ما میخواستیم امروز همایش بزرگ عدالت خوان بدیم اماکن مجوز نداده چرا آقای چرا آقای من همون موقعی که ما رو بازداشت کرده بودن 10 تا چیز میگفت اول گفت نمیدونم شما تشویش از هانومی تو این مقامات نظام دید جا نمیشه بعدش گفت تخلف انتخابات گفتم جلسه خصوصی بوده گفت نه اینم تخلف گفتم خب آقای قالیباف این هفته صدا گفت, گفت ایشون هم تخلف میکنه که این وحید اشتری خندید بعد بهش برگشت گفت احمق و چیزای دیگه گفت ما مشکلمون این چیزاست یعنی الان تو انتخابات ما این فضای نابرابره بستند که آقا مثلا فلان آقا به هر قیمتی رئیس مجلس بشود هی تو نظر ها پیروز بوده رئیس جمهوره ولی همش مردم اومدن رای دادن رئیس جمهور نشده حالا بستند به هر قیمتی آقای فلانی رئیس مجلس بشود خب ما زور میزنیم هیچ رسانه‌ای ما رو رسانه های پول بیت المال رسانه‌ای که پول بیت المال از رسانه‌های سازمان تبلیغات تا رسانه‌های سپاه تا رسانه‌های خدمت شما عرض کنم جاهای دیگه که دارن بگذریم از نمیدونم ایرنا و ایسنا و فلان و اینا که دیگه مال امسال دولت و این بدن ملک اصلاح طلباست ما مشکلمون اینه یه بخشیش. که اصلا دیده نمیشه و تو این فضا اینطوری دارن تصویر میسازن که بخش دیگه اینه که ما معتقدیم مثلا اینکه باید بدین کافه رو به هم بریزه همه نشستن سر سفره و هر کی داره سهم خودش رو میبره اینقدر هم حاضرن به مشکلات بعدی اشاره کنن که اون بیشتر جلو نیاد املاک و دو جمله میزنم دیگه فیشو بیشتر نمیزنی ها فضاشون اینطوریه فیشو اینجوری میزنم رو بیشتر نمیاد ما الان اومدیم این بازی رو به هم بریزیم که بخشی از اینکه فضا اینطوری دیده میشه اون تبلیغات یه بخشش اینه که نه قرار بازی به با هم بخش دیگه‌ش اینه هسته اصلی و عمده پاکار ستاد ما جوونا و نوجوانان بچه‌های تینیجری میشه 18 19 ساله و 20 ساله و 21 دو ساله اومدن پای کار ما که پول نداشتیم مثل آقایون نمیدونم داریم تمام وقت بگیم آقای فلانی اصلا تو فلان دانشگاه رسما ج... ستاد برای یکی از همین سرلیستای اصلی وجود داشته تو فلان دانشگاه دینی وجود داشته ما پول نداریم این کار رو بکنیم و باید چه کار بکنیم باید این فضا صدا دیده بشه حرف علمی و منطقی میزنیم کنفرانس خبری ما رو نیومدن جالب الجزیره قطر پا شده اومده رسانه های داخلی نیومدن چرا نیومدن چون قرار گذاشتن قرار گذاشتن مخصوصا تو هستی اصولگرایان که مثلا چون حرفی نداره چون حرف از اینجا شروع میشه که خود شما در فساد چیکار کردید حرف از شما میشه که سر لیست شما اتهاماتش توی ماجرای املاک نجومی چی بوده حرف از اینجا شروع میشه که شما هم که خودتون تعارض منافع دارید و اینا فقط اصلاح طلبها میخوام بگم می به اصول طلبها به ها ندید که اینا دیوار میکشن بینتون اصول گراها میخوام بگم می به اصلاح طلبها رای ندید که اینها دینتون و فلان و اینا رو میبرن و وضع فعلی حفظ بشه مشکل الان اینه طولانی میشه عکس رو ببینیم چون احساس میکنم که رو عکس ها خیلی باید قرار حرف بزنیم از همین عکس رو ببینیم عکس های ما آماده است مثل مناظر های 92 نباشه میگم سوال غلطه <تصفح> 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 دکتر سعید زیبا کلام های سعید زیبا کلام مرد پاک دست و دغدغه مندی که من حالا تو این 17 18 سالی که با ایشون مرتبط شدیم دیدیم آدمی که از عمق وجودش میجوشه طرفدار انقلاب اسلامیه و با این عمق وجودش و این دلسوزیش یه جاهایی با حرارت و احساساتی موضوعاتی رو مطرح میکنه و واقعا خیلی چیزا رو تو کشور مثل ماجرای هسته 82 حتی که بخش از این هسته اخیر ایشون محور ماجرا بود توی ماجراهای دیگه کنار تشکل‌های دانشجویی ایشون بوده ولی شاید بعضی از اوقات من بعضی از موضوعات یا بعضی از روش‌ها یا صحبت‌هایی که استاد میکنن نپسندم بعضا هم مثلا صحبت می‌کنیم با هم دیگه از استاد مثلا یه نامه‌ای که اخیراً با چند تا فعال دیگه به آقا داشتن و مدت ها هم تو میز تحلیل بی بی سی و من تو اینا بحث می‌شد که فعالان دادخواه طرفداران سابق جمهوری اسلامی هم دیگه ازش برگشتن نامه که بعد از عدم احراز صلاحیتشون مطرح شد که شماها امضا نکرده بودید اون رو با اون نامه موافق بودی بله اون قد داشتم من ام. اون نامه همین میگم چون... که چطوری که ایشون رئیس شورای عدالت خواه است و من چون با اشتری مصاحبه کردم ایشون هم گفت من بعضی از مواضع و صحبت قبول ندارم چطوری که ایشون رئیس اشتری هم بعضی از مواضع و صحبت اختلاف داریم ولی این مانع نمیشه که وقتی یه چارچوب کلی داریم بنده آقای زیبا کلامو با همه این شرایطش در اون چارچوب انقلاب میدونم و اینجا ایشونو نه فقط در اون چارچوب انقلابی میدونم توی اون کارهایی که من من با اون بیانیه که استاد منتشر کردن موافق نبودم ولی من یه موی گندیده آقای زیبا کلامو به کل اصولگرایان و اصلاح طلبان ترجیح میدم چون میفهم آقای زیبا کلام اگه یه جایی یه حرف میزنه که تنده یا من معتقدم زمانش نیست آقای زیبا کلام داره برای اصلاح انقلاب و با دلسوزی میزنه اگر حتی یه چیزی به مقامات نظام میگه که من نمیپسندم میفهم آقای زیبا کلام از دلسوزی این که نظام جمهوری اسلامی اصلاح بشه و دشمن سو استفاده نکند میگه این حرفو ولی این آقایون مدام میگن ولایت, ولایت 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 ولی هیچ قدمی تو اصلاح این ماجرا خب اگر ایشون به رئیس ائتلاف عدالت خواهد دلیل بعدن داشت. تو مسجد توی مجلس کنش شما رو ما نپذیرد. با هم وقتی نشستیم توی ائتلاف یه اصولی گذاشتیم برای اینکه آقا همین الان ما توی چه جوری رفع اختلاف کنیم همین الان مثلا اینکه افراد تو چه لیستی باشن نباشن چه جوری صحبت بکنیم نکنیم با هم دیگه میشیم صحبت میکنیم حالا هر کی یه هویتش حقیقی داره تو چارچوب که من مثلا یه چیزایی برای خودم خط قرمزه برای بقیه شاید خط قرمز نباشه برای من شاید برای خیلی دیگه از انقلابیام خط قرمز نباشه برای خودم هست. اونجا سر این ماجرا وای میستم خب که اون بقیه خط قرمز رو شما رد میکنن خیلی مهم نیست برات ببین خط قرمز اصولی انقلاب هست یا نیست اه. تو سر خط قرمز اصولی انقلاب نه اونجا من به هیچ جریانی وفادار نمیمونم کما اینکه ما جنبش عدالت خوب برامون از همه مجموعه های دانشجو خوب من تو همه چی بودم تو بسیج بودم جامعه بودم جهاد بودم نمیدونم با نهاد چی داشتیم محور بود ولی همیشه میگفتیم که ما بین جمهوری اسلامی و جنبش بین انقلاب اسلامی و جنبش جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی انتخاب میکنیم ام. ولی برامون مهمه منتها شما وقتی میخوای یه حرکت جمعی کنی یه چارچوب میذاری میگی که خب ما تو این حرکت که میخوایم بکنیم فلان کارا رو انجام ندیم میشین با هم صحبت میکنیم برای کمان که برای همین چارچوب ما چارچوب اصولی نوشتیم خب فرق این با اون چارچوبی که مثلا اصولگرا با هم میذارن چیه مبنا اصولگرا چارچوبشون این است که آقا به تشکیلات وفادار باش تو هیچ لیست دیگه ای نباش علیه ما هم اقدامی نکن ما چارچوبامون همین الان ما امضا میگیریم امروز کاندیدا داشتن میومدن امضا میکردن از نسبت با رهبری ما چه جور عمل میکنیم تا قضیه خصوصی سازی تا مرامنامه زندگی شخصی ما سر اینا وحدت میکنیم بله ممکن است توی حوزه هایی ما با هم اختلاف نظر داشته باشیم کما که توی انتخابات ما محور اصلی کار و پروژه خودمون رو پروژه تبعیض گرفتیم اه. ما تا حزب نیستیم الان ما یه ائتلافیم یک لیستی هستیم که با یه سری مسائل حول یه برنامه مشخصی جمع شدیم حول اون برنامه با هم وحدت نظر داریم تو وزای مختلف دیگه حالا تو مثلا سیاست خارجی هم الان با این ترکیبی که هستیم ما هم اختلاف نظری نداریم ولی تو وزای دیگه باید با هم صحبت کنیم اگر که ما رفتیم جدیتر با هم صحبت کردیم تبدیل شد به یه تشکیلات کمان که ما اصلا سوم اسفند برای مجلس پروژه فرعی ماست ام. پروژه اصلی ما چیه؟ پروژه اصلی ما سازماندهی عدالتخانه. خانه ما میخوایم این همه عدالت خانه که از فضای فکری از فضای سیاست گذاری از فضای مدیریتی از فضای فرهنگی از فضای اجتماعی از فضای رسانه ای از فضای هنری فعالا اینها رو حول یه نقطه مجتمعشون کنیم بعد بریم به سمت اینکه میریم حتما به سمت تشکیلات سازی کنارش اصلا میگیم من هر جا ازم میپرسن میگم پروژه اصلی ما حالا پروژه اصلی ما احیای رؤیای انقلاب اسلامیه اون رؤیای برادری برابری حکومت عدل علی اون رویای رؤیه... ولی پروژه ما تو این انتخابات پروژه مشخص ما بیشتر از اینکه مجلس عدالت خواه باشه که تیتر ماست جامعه عدالت اینا به هم دیگه برسن بعد ما باید با هم بشینیم برنامه‌نویسی می‌کنیم تو حوزه فرهنگی حرف بزنیم تو حوزه سیاست خارجی دیتر سنگ وا بکنیم توی همه حوزه اجتماعی سازوکارا رو بکنیم ولی این جریان از نظر انتخاباتی سیاسی بعد سی و یک سال که جریان ادالت خواهی بحث گفتمانی بحث دیگه کرده اقتصادی به اصطلاح سیاست گذاری الان شروعشه تو شروعش فعلا از تبعیض شروع کردیم بیشتر حالا اقتصادی و این فضا بعد کم کم اقتصادی اجتماعی آتواج. بعد قرار تو اوزن فتر بس بعد و دوستان یاشار سلطانی آقای یاشار سلطانی فردیست که توی بالاخره یه آدم رسانه‌ای فعال توی ماجرای فیش‌های نجومی هر عمل کرد و بعضا دیدیم به ج... از بک اصلاح طلبی اومده بعضا دیدیم به بعضی از حتی اصلاح طلب ها رو نقد های جدی داره میکنه که جاهایی نشون داده که غیر جریانی عمل میکنه اما یعنی اینجوری نیست که مثل اصولگرا یا اصلاح طلب دیگه باشه که اصلاح طلب فقط فساد این ور اصولگرا این ور اما ایشون نظرات خاص رو شاخص, شاخص خودش هم داره بعضی از حتی انقلابیایی که من قبول ندارم ایشون در موردشون حرف میزنه این که ما در پرونده املاک نجومی از آقای یاشار سلطانی حمایت کردیم چون ایشون حرف حقی زده بود و این محافظه کاران و اصولگران و اینا ریخته بودن سرش به خاطر این, این که چهره اصلی که میخوان به زور رئیس جمهورش کنن به زور بیاد مجلس و همه باید برن کنار ایشونو به کورسی قدرت بشونن ایشونو نقد کرد باش باش برخورد غلطی میشد اینکه شما توی مورد طرف داره عدالت خواهی میکنه نگاه میکنی آقا رفته بهش ظلم شده اصلا نه تا ایشون اگه حتی یک نفر آدم غیر انقلابی جبر فلان چی باشد اصلا مسلمون نباشد بهش ظلم میشه همون منطق امیرالمومنین که خلق خلق از پای یهودی اما آیا به این معناست که ما توی حوزه‌ای دیگه با هم وحدت نظر داریم آیا با این معناست که ما با هم دیگه مثلا یه حزب تشکیل میدیم میتونیم یه همچین کاری انجام این به این معنا نیست مهم. برای همچین چیزی باید اشتراک داشته باشیم اما ه... نه ایشون هر کس دیگه ای پروژه عدالت خانه درستی انجام بده و مخصوصا مظلوم واقع بشه ما تکلیف میدونیم ازش حمایت کنیم عکسش هم به عنوان نماد یه سری آدم ها به شما خودش بر موضوعیت عکس بعد رو محمد باقر کسی که در جنگ تونسته یه مدیر جوون باشه زحمت های زیادی بکشه آدم اجرایی که مبنای فکری مستقری نداره و این مبنای فکری مستقر نداشتن باعث شده حرکت زیکزاکی انجام بده باعث بشه تلاش بکنه پرکار باشه ولی این پرکاری نگاه کنیم به همون آفاتی که جریان آقای هاشمی هم مبتلا بود مبتلا شد به نوع نگاه میکنیم اه که اه مثلا تو تهران آمدند تراکم فروختند برای اینکه شهر رو بسازن پل صد رو ببینید نمونهش پل صد ساخته شد هزینه پل صد چطوری تامین شد کدوم قرارگاه ها کدوم مجموعه ها شما باید ببینید انبوه مال هایی که اونجا درست شده شما وقتی میگی که من میخوام سازندگی بکنم بعد چیکار میکنم تراکم میفروشم شهر رو نابود میشه ترافیک بیشتر میشه جمعیت بیشتر میاد خیابون های ما قدرت نه. الان پل صد بودن و نبودنش قبل و بعدش چقدر فرق داره بنده حالا به عنوان آدمی که دیدم میگم که خیلی احساس میکنم تفاوتی نکرد چرا چون انبوهی مال درست شده شما میرفتید توی فرهنگ سرای انقلاب مثلا میدیدید که بچه های سوپر ازبالایی هستن میرفتید تو فرهنگ سرای مثلا چه اشراق از باران چی کجا اینا نگاه میکردید میدیدید که اصلا احساس میکنید که اینجا فضای انقلابی نیست ببینید من تفاوت آقای قالیب تفاوت جذب حد اکسری، تفاوت کار کردن آقای سیدسان رو با قالیباف باف مثال میزنم سیدسان نسرولو بدون اینکه ذره از حزب گریش کم کنه بدون اینکه ذره از اصولش تخطی کنه مقاومت رو یک جوری مطرح کرده که از جولیا پتروس زن مسیحی تا بچه های بسیجی انقلابی ایرانی ما ها از از مقاومت دفاع کنیم ولی آقای قالیباف همیشه توی این صحنه ها بوده جریان فکری مستقری آدم احساس میکنه نداره نه هیچ وقت انقلابی ها با جریان آقای قالیباف اعتماد کردن نه این هیچ وقت اون طرف امثال مثلا اصلاح طلب ها و اینها اعتماد کردن چون احساس نمیکنن یه هسته مستقری وجود داره احساس نمیکنن مثلا آقای قالیباف انتخابات 96 شعار 4 درصد 96 درصد میداد باور نمی‌شد چرا باور نمی‌شد چون عملکرد خود آقای قالیباف مقابل با تبعیض نیست ولی آقای قالیباف میتونه مثلا یه دونه مدیر اجرایی یه گوشه‌ای باشه که مثلا ساخت و ساز یه جارو خوب ببره جلو و چیزهای از این دست ولی حتما مدیریت آقای قالیباف تو اون حوزه کما اینکه تو حوزه تهران آقای قالیباف بحران درست کرده این وضعیت تهران از ترافیک از آلودگی از چیزای دیگه خیلی به مدیریت آقای قالیباف فرمیگرده کما اینکه ایشون بعضو بخشیشایی که سر ماجرای املاک نجومی کرده این یه مسئله جدیه که باید قابل بررسی بشه اما و متاسفانه پیگیری نمیشود چون توی سیستم به خدمت شما عرض کنم که لایه انمن های یک و NMN های دو یه سری لایه های دیگه مملکت کسان نمیخوان این ماجره ها بسمر بشین بشینه و ایشون همیشه توی این انتخابات ها و جریان ها باشه ما اصلا آقای قالیباف رو حالا دیگه ادامه ندیم بعد رو من نشون بینی. محمود احمد احمدی نژاد آقای احمدی نژاد فعالترین و پرکارترین دولت تاریخ انقلاب که چون من مبانی فکری درستی نداشتین دولت تبدیل شد به این که بسیاری سیاست های خلاف و اصول هم توی اون دولت جلو بره ایشون توی اصلاح مواردی دست گذاشت آقای احمدی نژاد تا قبل از اینکه شهردار تهران میشه اصلا ادالت دردقش نبود دردقش هجاب بود دردقش دختر برگزیده بود چیزای اینطوری بود بعد ایشون شهردار تهران شد و رئیس جمهور شد تونست بالاخره کارهای خوب بالاخره این ماجرای هدفمندی یارانه ها حالا بقیه دوستان ما نقدایی دارن من از عموم حرکتی که شد و نقشش تو ادالت اجتماعی مخالف نیستم یا ماجرای مسکن مهر ماجراهای از این دست خوب اینا ماجرای سفرهای استانی اینا کارای خوبی بود کسی اینها رو نبینه اشتباه کرده ولی نیا. آقای عدالت نجاد... خیلی میگن بهاری و احمدی نژادی تو ولی عدالت هست که احمدی نژادی ها خیلی میزنانت ما از سال 83 منتقد عملکرد آقای احمدی نژاد بودیم ماجرا هم این بود که می دیدیم شهرداری تهران شهرداری تهران ماجرا و مشکل هم از اینجا بر اومد که هم اینکه بعضی از عملکردهای ایشون رو ما خلاف عدالت میدیدیم بعضی از اصرارهایی که ایشون بعدا تو مذاکره با آمریکا کرد ما برای اعتراض به مذاکره با آمریکایی که آقای احمدی نژاد کرد متهم شدیم با زدیت با ولایت فقیه حالا اون موقع همه این جریانایی که مخالف های اینجا نژاد هستن موافقش بودن و انتقاد و توی همین فضایی که تو کشور هست شما میخوای بری سوپور سر محل آشغالا رو بعد جابجا میکنه میگن سوپور سر زیر سر سوپورا سر سوپور من میشهر منطقه از شهر استانداری رئیس جمهور بعد امام باهم. زمان انتقاد از سوپور سر محل در که مواره با امام زمان است اون موقع مشکل اینجا بود چون ما با اینجا نقد کردیم ما میگفتن زده ولایت فقیه گروه فرقان تبرزدی از بس یه ای به من گفتن این چیزا رو گفتم نکنه راست میگن رفتم سه هفته تعطیل کردم تو مرکز اسناد دانشگاه تهران اسناد گروه فرقان و تبرزدی و نمیدونم آرمان مستظفین و گروه اینجور خودم این چرت میگن آقای احمدی نژاد مبانی فکری نداشتن آقای احمدی نژاد توی پایبندی به جمهوری اسلامی به نظر من در مورد رهبری اول نگاه افراطی داشتند و بعد نگاه به تفریتی رسیدن این طرف آقای احمد و اینم یه بخشش حاصل این بود که ایشون کارهای اصلاحی میخواست بکنه یه عده توی دفتر رهبری یه عده توی نهادهای نظامی توی جاهای دیگه مقابل این حرکت ها ایستادند و آقای احمدی نژاد نتونست این پیچیدگی داره اجرای حکومت شما میخوای یک ماجرا رو اجرا بکنی عناصر قدرت وجود دارن به نظر من آقای احمدی نژاد موقع در دست گرفت این فضا رو که با چه فضایی روبرویه یک شبه شما میخوای یه چیزی رو اصلاح کنی این کسایی که منافع قدرت دارن این کسایی که وسطن اینا میستن وای نمیستن نگاه بکنن و آقای احمدی نژاد رسید به جایی که هم دغدغه های ادالت به نظر من فروکش کرد الان ایشون مثلا پای تخت میاد صحبت میکنه که مطرح میکنه ایشون که خارج از این من احساس میکنم مثلا عدالت نیست بعدش هم در مورد نظام و رهبری و اینها به نظر من خارج از چارچوب عمل کرد ایشون تو این ماجراها. اما عمل کرد ایشون که بنده الان واقعا با منتقد ایشون بودیم و هستیم حالا این آقایون بهاری ما اون موقع ام. که دهه 80 با آقای امینیجاد نقد می‌کردیم اینطوری بود که آقایون بهاری و نظامی ها و نمی‌دونم این نهادهای مگو و دیگران و اینا ما می‌گفتن زده ولادت فقیه چون ایشون نقد می‌کردیم ما الان سر جای خودمون هستیم اونا جا. که ما تو نسبتمون با رهبری سر همون جایی هستیم که اون روز هستیم که جهادگیری‌های رهبری رو دنبال می‌کنیم و می‌پذیریم ولی اون آقایون الان موضعشون اینطوری شده که اون آقایون بهاری و چی به ما فحش میدن بعضیشون و به خدمت شما ارز کنم ولی ما وایس حرف ما همون حرف های داده عکس بعد رو ولی خب عملکرد آقای احمدی نژاد توی قدرت از مجموع عملکرد اصولگران و اصلاح طلبان تو دوره هشت ساله حتما بهتر بوده شورای... نمی شود منطقه شورای سران قوا شورای سران قوا حاصل کچکار کردی نهادهای مختلف توی کشوره وقتی مجلس شما درست تصمیم گیری نمی کنه، وقتی که از وظایف خودش انجام نمیده وقتی که قوه قضاییه شما برخورد درستی با بسیاری از موارد نمیکنه از حقوق عامه مردم دفاع نمیکنه و وقتی که دولت شما بخشای تصمیم گیریش دوچار مشکله شما میرسی به اینجا که مملکت قف میشه طبق معمول همیشه اینجا یاد ولایت فقیه میافتید بدعت در قانون بدعت نیست از دوره امام بود همون دورم هم آقا هاشمی، آقای موسوی اردبیلی و سید احمد و آقای میر حسین موسوی میشستن با هم تصمیماتی میگرفتن امام توی شرایطی میپذیرفت نه میپذیرفت تو ماجره هسته 82 آقای هاشمی بود آقای خاتمی بود آقای هاشم شارودی بود آقای حداد بود اینا میشستن با هم تصمیماتی میگرفتن و نظام توی اون چارچوب عمل میکرد ولی نفس وجود اینکه چنین شورای تصمیم بگیره حتما یعنی یه جای کار درست نیست دیگه یه جای کار درست نیست و ما احتیاج و تجربه بنزین و این ماجرا نشون داد ما احتیاج داریم مثل مجمع تشخیص مصلحت که شکل گرفت بعد دیدیم که خیلی خوب باید قانونیش کنیم وگرنه دچار انحراف میشه اگر قرار است ادامه داشته باشه چنین چیزی جلسه سران قوا ما حتما باید وظایف و چارچوب قانونی براش ایجاد کنیم. ولی خب حاصل تعطیل بودن نهادهای ماست خود مجلس یا مثلا چقدر در تشکیل چیزی نمونهش همین بنزین رو مثال زدم دیگه مجلس اگه تو بودجه 90 از چول بنزین رو گرفته بود کار به اینجا نمی‌رسید مجلس ما اگه مجلس قدر جدی داشته باشیم مجلسی که نماینده رو به بهانه اینکه نمی‌دونم نمیدونم فلانی تو فلان نهاد نمیخواد داره کسی نباشه نمیدونم از دفتر رهبری کد غلط میاد بیرون اینجوری تصمیماتش تعطیل نکنه مجلسی که بگه آقا کلیه کلی رهبری و نظام و اینا رو دیدم میرم جدی پیگیری میکنم نقد میکنم وای میستم وظایف خود... مجلس وظیفه نظارتیشو مطلقاً انجام نمیده اگر یک نفر باشه همین سیاست های کلی که رهبری داده و اجرا نشه تو مجلس مدام شروع کنه سوال از وزرا سوال از رئیس جمهور پیگیری کنه قانونگذاری کنه جرم انگاری کنه ادم انجام اونا رو اوضاع مملکت اینی که هست نمیمونه عکس آخر رو آقای خامنه ای آقای خامنه ای من جد میگم که فارق از اینکه رهبر انقلاب از دو جهت میخوام خود آقا شخصیت دمان. آقا یکی سید علی خامنی. به عنوان کسی که من معتقدم بنیانگذار حرکت عدالت توی کشور ماست معتقدم مهمترین آدمی است که آرمانهای انقلاب رو گرفته مملکت رو توی شرایطی توی صفر کلوین منفی 273 درجه سانتیگراد یه موقعی که حزب شما تو جنگ شهید شدن مملکت زیر ساختش نابود شده و مشکلات اینطوری وجود داشته گرفته و کشور رو به یه جایی رسونده که ما هم امنیت و ثبات و استقرار داریم هم تو هر حوزه نگاه میکنیم کشور پیشرفت کرده هم انبوهی جوان ماها رو کی تربیت کرد ماها رو چیزی نبود کسی نبود ما رو تربیت بکنه تو دوره آقای هاشمی که ما نوجوان بودیم توی اون دوره که داشت از آرمانای انقلاب گذر میشد آقای خامنه ای بود که ایستاد ارزش های دیگه رو مطرح کرد فضای دیگه رو ساخت از یه سری از حزب که از آوینی بگیر تا نمیدونم امثال مسعود دهنمکی دیگران اینا هر کدومشون داشت یه کاری میکرد امثال رحیم پور دیگران اینا رو حمایت کرد که این گفتمان تو کشور مستقر بشه نه اینکه حمایت مالی کرد حمایت معنوی کرد گفتمان اینا رو ساخت و ما یه نسل سه ساخته شد و الان نسل چهاری ساخته شده که من گاهی اوقات همین بچهای نسل چهاری که خیلی ها مثلا اینا رو آدم حساب نمیکنن خیلی ها مثلا میگن اینا مثلا دی از آرمانا برگشتن چه نگاه میکنم میگم ده تای همون جور که ما با همون گستاخی و بعضا همون جوری که ما وای میستادیم جلو نسل دوم و اول انقلاب میگفتیم اصول انقلاب یه چیز دیگه بود شما دارید کار دیگه میکنید اینا حتی جلوی ما میستن این حرف رو میزنن اینا حاصل تربیت کیست؟ حاصل تربیت اون کسی است که از جای خودش افراط و تفریط نداشته یه جهتگیری مستقیمی داشته از اول گفته ما تمدن اسلامی یاد از اول گفته اشرافیات و تبعیض و اینا مهمه از اول برداشته اون موقع که همین آقایون جناه راست و اصولگراها به, اد... به آزادی و مردم اعتقاد نداشتن و ندارن و نخواهند داشت از دوره ریاست جمهوریش تا الان وایسده پایین این ماجرا احیای فکر دینی تو کشور ما احیای عدالت تو کشور ما اتفاقاتی که تو فضای سیاسی دهه 80 افتاد اتفاقاتی که امروز تو دهه 90 داره میفته انبوه این بچه‌ها که تو فضای علم و فناوری فعالن همه اینها حاصل کسی است که موق... حتی جالب موقعی که همین بسیاری از کسانی که امروز دم از عدالت میزنند دهه هفتاد آقای هاشمی رو توجیه میکردند سیاست های آقای هاشمی رو تایید میکردن این مسابقه هاشون رو میخونید میبینید که کاملا فضا فضای مده اون نفری که وایساده از همون اول مقابل مانور تجمل گفته اشرافیت مقابل اینکه بریم ببندیم با خارج گفته که آقا ایستادگی رو اصول حکمت عزت مصلحت فر مقابل اینکه برمیگشتن میگفتن زیر چرخ توسعه یه دول بشن اشکال نداره گفت که م... نوسازی آینده انقلاب عدالت اجتماعی و این هاست آقای خامنه ای بوده آقای خامنه ای برای ما هم من حالا شما میدونید بگیم تو برنامه هم, بقیه هم بدونن من یکی از مهمترین کارا مینه تو این کشور تدریس اندیشه امام رهبر انقلاب شاید مثلا توی ماجرای امام یا تو ماجرای رهبر انقلاب بخوام 5 نفر تو کشور بگن احتمالا یا حتما من یکی از اون پنجتا هستم ما آقای خامنه ای رو چه نگاهی بهش داریم و دیدیم تو واقعیت نظریه پردازیش تو واقعیت اداره کشورش ولی یه سیدالی خامنه ای رهبر داریم یعنی دیگه امام خامنه ای آیت الله خامنه ای هرچی میگن این اصطلاحات هم مسخره است این چرا مسخره است چون این کسایی که این نه این که این اصطلاحات مسخره است یه کسایی میگن آیت الله خامنه ای امام خامنه ای آیت الله العظم خامنه بعد میگیم خیلی خوب رهبری تو حوزه علم و فناوری میگفته تو حوزه عدالت اجتماعی تو حوزه استقلال داره میگه من به برجام خوشبین نیستم اینا اینا هی بازی عکس رهبری رو میگیرن عکس رهبری عمل میکنن ولی سید علی خامنه رهبر اصولی عمل کرده عقب نشینی نکرده چارچوب رو گرفته رو اون چارچوب ها آورده جلو بله شما وقتی میشینی تو حکومت اختزاعات داره اختزاعات داره اختزاعاتش این است که اصحاب قدرت نمیزن یه شبه همه چیز رو نمیشه اصلاح کرد شما یه قدم میای جلو و بعد با تحفظ عمل میکنی بتونی گام بعدی رو جدی برداری و توی هر جفتش توی فرد و شخص آیت الله خامنه ایشون آدمی است که مبنای بسیاری از انقلابیگری ها و اصول فکری تو کشور ما ولی توی و از نظر رهبر جمهوری اسلامی هم کسی است که اصولی و قابل دفاع عمل کرده من ادعا میکنم همه چهره های سیاسی کشور ما همه و عهدی رو استثنا نمی کنم همه اینها میتونید جاهایی رو دست بگذارید روشون که بگید اینها اصولی, عمل نکردن ولی آقای خامنه ای ممکنه که ایشون رو جایی نگاه کنید ببینید که مثلا اونی که میخواسته نشده ولی گفته او نشده پیگیری کرده مفاسد اقتصادی گفته چی کرده و مسئولین پیگیری نکردن اصلا این خط و منطقی که خود ما تبدیل شدیم به جریانهای مطالبه گر عدالت چه کسی این رو تئوریزه میکرد و فضای فکری ایجاد میکرد در مقابل امثال اصولگرایان رهبر انقلاب بود این جامعه نظر عدالت خواهانه چیزی که الان گفتی اینی که گفتم جامعه نظر همه هر کسی که به عنوان عدالت خواه به ما... نه این فهرستی که شما دارید ما اکثریت این فضا این فضا رو داره میگه و, و اکثریت مطلق این فضا ایشون رو به عنوان کسی که اصولی عمل کرده قبول داره ولی ممکن است کما که خود رهبری هم بارا تو موضوعات گفتم ما اشتباه کرد کما که امام هم بارا گفتن ما اشتباه که مثلا تو موجه جمعیت رهبر انقلاب گفتن اشتباه کردیم که نشاندنده رهبر مسئول خودش حتی مخالف موجه جمعیت بوده یعنی من مسئول جمهوری اسلامی هستم اون اقلیت غیر مطلق چی؟ بچه... اقلیتی هم از بچه ها هستن که, ن... که این... به این معنی نیست که عمل کرده رهبر انقلاب هیچ جا نکتهی محسینه نمیشه مطرح کرد بچه های وجود دارن که کسایی وجود دارن که در بعضی از روش ها شاید اعتقاد داشته باشن بشه انواع دیگه هم عمل کرد ام. اما اکثریت مطلق همین نگاه وجود داره و اون بچه ها هم من اتفاقا میخوام بگم اون کسی که یه جایی میبینه که آقا یه کاری انجام شد ب... میتونست بهتر انجام بشه اون دلسوز آقای خامنه است اون دلسوزه این خ... اون خیلی فرق داره با کسانی که احمقانه هی میگن ولایت ولایت و دلشون نمیسوزه یه جایی میبینن یه ضعفی اگرم کسی هست که نکته داره به خدمت شما عرض کنم که از روی دلسوزیه از روی اینه که باید تو نظام توی نظام اسلامی و این خیلی فرق داره با اونی که نشستن پنجه بندازن تو صورت نظام پنجه بندازن تو صورت آقای خامنه‌ای ایشون میاد تو هر ای میگه بناشون رو گذاشتن به تعارض من اون حتی اون بخشی رو که اینجوری عمل میکنن اینطوری میبینم اما حالا توی این پویش ما چن آدمی من الان تو ذهنم نیست بگم اما کسانی هست دیگری هستن به نام عدالت تو کشور دارن فعالیت میکنن مثل اون نادان هایی که به نام ولایت به عدالت حمله میکنن به نام عدالت میخوان به ولایت در مورد ولایت نکاتی رو میگن اونها رو جهتگیری و مسئلهشون رو درست نمیدونیم تو این سالام ماها به خاطر اینکه مثلا هم در مورد اون ولایت اون کسایی که میگن ولایت چیه موزه گرفتیم اونها ما میگن ضد ولایت فقی همون کسایی که میگن عدالت بر ولایت چیه است و از این حرفا میزنن اینا به ما میگن عدالت خواه ما ادالت خواهی را یک حرکت درون نظام و انقلاب اسلامی میدانیم اما به این معنا نیست که مالکش نظام به انقلاب باشد به این معناست که به دنبال اصلاح یه جایی اصلاح لازمش اینه که اعتراض کنیم یه جایی اسلام لازمش اینه که بیستیم و از غذا من میخوام بگم ولایت مداری واقعی کاری است که ادالت خواهن میکنن. اون کاری که آقایون انجام میدن اون ولایت مداری نیست اون ولایت بازیه اون پنهان کردن خود آدم پشت اشکالات خود آدما، پشت ولایت خیلی ممنونم که شما اومدی خیلی بحثمون باهات موند، یکم وقت برنامه ها محدود میگم انقدر مسئله راجب به شما هست که بهتون دوستات تو برنامه ها حرف بزنید دارم شما هم آره نه آره ما وقت نداریم ما هم اومدیم زنده باشید لطف کردید که تشریف <تصفح> آوردید ممنونم که امشب هم با دوستاتون همراه بودید شب شما بخیر یا علی مدد خدا نگهت.